روزنامه جوان، ارگان سپاه تروریستی رژیم، به نقل از کاظمی قمی، یکی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس که تحت عنوان سفیر رژیم در عراق در حال ماموریت است، در تاریخ ششم بهمن ماه جاری اعلام کرد سفیر ایران در بغداد از پیگیری‌های وزارت حقوق بشر عراق در مورد گروهک منافقین نگهداری شده در اردوگاه اشرف عراق خبر داد و گفت بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، همکنون تعداد زیادی از اعضای این گروهک می‌خواهند که از این تشکیلات رها شوند. قمی ادامه داد سرکردگان گروهک اجازه این کار را به آنها نمی‌دهند و حتی این اجازه را به خانواده‌هایشان نمی‌دهند که فرزندان و بستگان را از اردوگاه خارج کنند. پیش از آن تلویزیون عرب زبان رژیم موسوم به العالم اعلام کرد خانواده‌های تعداد زیادی از عناصر گروهک تروریستی مجاهدین خلق از سازمان بین المللی صلیب سرخ و دولت عراق خواستند که به آنها اجازه داده شود که با فرزندانشان که در عراق هستند دیدار کنند. سایت‌های خارج کشوری وزارت اطلاعات موسوم به اینترلینک و قلم آخوندی هم در اول دی ماه گذشته نوشتند ساکنان قرارگاه اشرف هیچ ارتباطی با دنیای واقعی حتی با بستگان و دوستان قدیم خود ندارند. بینندگان گرامی برنامه پرونده، سلام بر شما. با مشاهده رفتار کارگزاران و سردمداران رژیم آخوندی که گوشه ای از اون رو در این گزارش مشاهده کردید، چند سوال پیاپی از ذهن هر بینندهی می گذره. این همه وحشت آخوندها از اشرف چرا؟ اون هم اشرفی که رژیم با تمام قوا از اطلاعات تا دستگاه تروریستی موسوم به قدس هر روز و هر شب در صدد تجدید محدودیت‌ها و محاصره اونه. تلاش بلاوقفه برای بستن هرچه بیشتر راه آب و برق و دارو و مواد غذایی کافی نیست. در دروغ پردازی و جنگ روانی کار به جایی میرسه که تروریست شناخته شده، یعنی کاظمی قمی، به رغم اینکه عنوان رسمی سفیر رو روی خودش داره، از رعایت آداب و رسوم و آبروداری میگذره و شخصا در دروغ پردازی و لجن پراکنی علیه اشرف و اشرفیان شرکت میکنه. چرا؟ راستی از چه چیز این اشرف در محاصره میترسن؟ خانواده های مجاهدین رو به جرم یک سفر یا یک تماس به زندان و شکنجهگاه میندازن و حبس های طویل المدت به اونها میدن. در این حال مدعی این میشن که مجاهدین اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیده. این شماره از برنامه پرونده رو هم به بررسی همین موضوع و پاسخ به همین سوال ها اختصاص دادیم. بحث رو با سخنان افشاگرانه شماری از مجاهدین که خانواده های اونها دستگیر شدن شروع می‌کنیم. چند وقت پیش مطلع شدم که وزارت اطلاعات آخوندی مادرمو و دو تا از عموهامو به جرم دیدن من که در اشرف هستم دستگیر و زندانی کرده. ببینید وضعیت آخوندهای رژیم به کجا رسیده که از دیدار یک مادر با فرزند اشرفی خودش انقدر میترسه و بعد این دستگیری رو عکس جلوه میده و طبق روش خمینی مجاهدین رو متهم به ممانعت از ملاقات میکنه. این مادر من که اومده و با من ملاقات داشته و دیدار داشتیم حالا باید در زندان باشه و به جرم دیدار با من که در اشرف هستم به یک سال زندان محکوم بشه. بله، همینطوری که گفتی گشتاپوی آخوندها دوتا از برادرای من به نام حمید و اصغر و همسر برادرم که مادر نگار هست رو به جرم این که برای دیدار ما توی اشرف 3 سال پیش اومده بودن دستگیرشون کرده. به برادرام هر کدوم 2 سال و به همسر برادرم 1 سال حکم داده و الان توی زندان اوین هستن. اون هم به چه جرمی؟ به جرم دیدار خانوادگی در شهر اشرف. این از نظر آخوندها جرم محسوب میشه. همینی که هر روز توی بوق و کرنا میکنه که آی مجاهدین مانع دیدار خانوادگیشون هستن، ولی امروز همین رو تبدیل کرده به یک جرم و فشار علیه مجاهدین شهر اشرف. برادرم رو با 60 سال سن و 5 فرزند و اون یکی برادرم نزدیک به 50 سال سن دارن گرفته و در زندان هستش. اون هم به چه جرمی؟ به جرم دیدار خانوادگی
که اینقدر دل براش میسوزونه. رژیم دو تا از برادرامو و همسر برادرام رو به جرم اینکه به دیدار من و سایر اعضای خانوادهمون به اشرف اومده بودن رو دستگیر و به زندان انداخته. جرم اینا چیه؟ اگر از نظر شما دیدن فرزند و خانواده جرمه، پس چرا رژیم مدعی مجاهدین اجازه دیدار ندارن؟ چند وقت پیش مطلع شدیم که پدرم توسط ماموران وزارت اطلاعات به جرم اینکه از فرزندانش در اشرف دیدار کرده دستگیر شده و به 4 سال زندان محکوم شده. آخوندهای جنایتکار که دستشون به ما نمیرسه میخوان وحشت زدگی درونی خودشون رو با دستگیر کردن پدر 4 فرزند مجاهد خلق نشون بدن، که البته خودشون هم میدونن که فایده ای نداره. دشخیمان وزارت اطلاعات آخوندی پدرم رو به جرم این که به اشرف آمده بوده به دیدار ما، پس از یک پروسه ای که اونو اذیتش کردن و تحت فشار قرار داده بودن، عاقبت دستگیرش کردن و برای اون 4 سال حکم زندان صادر کردن. یکی دیگه از نمونه‌های بنبست و استیصال رژیم آخوندی همین رفتار با خانواده‌های مجاهدینه. از یک طرف اونها رو به جرم دیدار با فرزندانشون در شهر اشرف دستگیر می‌کنه و به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌کنه. ولی از طرف دیگه نمی‌تونه دیدار با فرزندان رو رسماً به عنوان جرم اعلام کنه، چون خودش مدعی ضرورت دیدار خانواده‌ها با فرزندانشون هست و برای اونها اشک تمساح هم میریزه و سعی میکنه که سازمانهای بشردوست مثل صلیب سرخ رو هم در این زمینه به دنبال اهداف خودش بکشونه و از اونها سوء استفاده کنه. از کمترین ارتباط با اشرف و اشرفیان وحشت داره، ولی از بیان همین هم میترسه. اگه مادر منو به جرم دیدن من تو اشرف که دستگیر و زندانیش کرده، اگه این عاطفه و رابطه مادر و فرزندی جرم محسوب میشه، پس چرا جرأت اعلامشو نداره؟ و یا اینکه اگر مادر من تو قوانین رژیم آخوندی خلافی مرتکب شده، یعنی اگه کاری کرده علیه آخوندها که البته من به اون افتخار میکنم، پس چرا اونو بیانش نمیکنه و جرأت نداره؟ پس ببینید، بحث این نیست که به چه جرمی دستگیر شده. اینجاست که رژیم آخوندی دیگه از این کارش، از این حرفا گذشته و وضعش خیلی خرابتر از این حرفاست و به سراشیبی افتاده. دقیقاً مشکل رژیم، مشکل دیدار خانواده من یا خانواده اون با مجاهدین نیست. میدونه که مجاهدین عزم جذب کردن تا این رژیم رو سرنگون کنن و برای آزادی مردمشون و میهنشون همه چیزشون رو فدا میکنن. مشکل رژیم این هست. امروز هم که میبینیم مستخدمین وزارت اطلاعاتش، پادوهاش، مامورینش اینجا اونجا داد و فریاد را انداختن که آی مجاهدین خانوادهشون رو نمیذارن ببینن، با ازشون دیدار کنن. اینها همش دروغی بیش نیست. اینها همون روشایی که از قدیم داشتن و خود قربانی رو متهم جلوه میدن، در حالی که شما الان برید، من نمیگم برید زندان ها، نمیگم برید خونه های امن سپاه که چه اتفاقا چه جنایت هایی در اون رخ میده، من نمیگم برید گور های دست جمعی شهدای قدام 67 رو، نه، شما برید همین بهشت زهرا ببینید با سنگ قبرهای مجاهدین چه کار کرده. این پدر و مادرهای پیر آرزو به دلشون مونده که فقط یک سنگ قبر سالم روی مزار فرزند شهیدشون مجاهدشون داشته باشن، که اون هم دریغ میکنید شما. و امروز شما دم از عاطفه خانوادگی مجاهدین میزنید. هیهات. البته جواب این سوال رو که چرا رژیم آخوندی این همه از مجاهدین و اشرف وحشت داره، حامیان مجاهدین در پارلمان‌های اروپا و همینطور حامیان میلیونی مجاهدین در عراق بارها تأکید کردند.
در بیانیه 5,200,000 عراقی که توسط تک تک اونها امضا شده و همچنین در بیانیه 300,000 تن از مردم جنوب عراق که آخوندها مدعی وابستگی اونها به خودشون بودن، بر این نکته تأکید شده که مجاهدین در شهر اشرف یک سد سدید در برابر بنیادگرایی صادراتی آخوندها، یعنی پایه و مبنای تروریسم اونها در عراق هستند. توطئه علیه مجاهدین اشرف و فشار به خانواده های اونها هم از همین نظر قابل فهمه. واقعیت این که رژیم با تبانی و توطئه با 11 کشور اقدام به بمباران قرارگاه های مجاهدین کردند. با دروغ پراکنی های رذیلانه مدعی آواره شدن مجاهدین، دستگیری و اسیری مجاهدین شدند. این امر خانواده های ما رو بسیار بسیار نگران کرد. برادرم حمید و برادرم علی اصغر برای دیدن ما به اشرف اومدن. فقط جرم اینا اینه که به اشرف اومدن و ما را دیدن و بعد از برگشت رژیم آنها را دستگیر میکنه و به هر کدوم 2 سال زندان میده. در سال 83 پدرم به دعوت من و خواهرم و برادرانم به شهر اشرف اومدش. در دی 1384 هم نیز پدرم دوباره به دعوت ما به شهر اشرف اومدش. به غیر از دیدارهایی که با پدرم داشتم، تماسهای تلفنی هم با پدرم داشتم که آخرین تماس تلفنی با پدرم 3 هفته قبل از دستگیری پدرم بود که در اون میخواست موضوعی رو به من بگه که میگفت الان نمیتونم بهت بگم و توضیح برات بدم. علت این که نمیتونست توضیح بده خیلی واضحه، چون خانواده ما رو همیشه تحت فشار میذارن، حتی تلفن هامون هم تحت کنترله. پدرم در گذشته 8 سال رو در زندانهای مخوف رژیم آخوندی گذرونده و حالا به خاطر اینکه فقط با فرزندان خودش در اشرف دیدار کرده 4 سال به زندان محکوم شده. در واقع رژیم روبه مرگ آخوندی از 5 سال پیش تا همین الان با صرف پولهای بسیار زیاد و به کار گرفتن امکانات بسیار وسیع علیه مجاهدین، دست به توطئه، آدم ربایی و تبلیغات بسیار دروغ و رذیلانه‌ای که خاص خود آخوندهایی که از خود امام ملعونشون یاد گرفتن نثار مجاهدین میکردن. در واقع پدرم هم با شنیدن همین کارها و دیدن همین کارهای رژیم نگران شده بود که ما باش تماس گرفتیم، به دیدار ما در اشرف اومد و به همین جرم هم پدر منو دستگیر کردن. آخوندها در زمینه جنگ روانی و دروغ پردازی هم با یک مشکل جدی و یک سد سدید مواجه هستند. این سد همانا اشرف و اشرفیانه که با افشاگری های خودشون تمام بافته های توطئه آمیز اژه‌ای و عواملش رو پنبه می کنن. هر کس به سخنان اشرفیان در این زمینه گوش بده طبیعیه که دیگه جایی برای دجالگری و دروغ پردازی آخوندی باقی نمی مونه. بعد از اومدن سعید هم بود که همین عمومو کردن دستگیر کردن، اون موقع دستگیر کردن و بازجویش میکردن که چرا سعید رفته، و همین الان بعد از اومدن خود من به اشرف بود که مادرمو تحت بازجویی قرار داده بودن و خونه رفته بودن و 7-8 ساعتی خونمون رو گشته بودن و غارتش کرده بودن، ماهواره و کامپیوتر و اینا رو، وسایل شخصی، کتابهای منو، همه رو به هم ریخته بودن. ولی مشکل چیه؟ فقط ترس از اشرف و اشرفی بودنه و اینکه دستشون به ما نمیرسه و میخوان خانواده های ما که اونجا هستن و بخوان آزار و اذیت و فشارهاشون رو اینا بیارن. و با این همه توطئه ها و طرحهایی که داشتن چیزی دستشون نیومده، چیزی آیدشون نشده و فقط با این دروغ پردازی ها جز رسوایی برای خودشون چیز دیگه ای نداشتن. دقیقاً، یعنی رژیم هم که این همه روی خانواده ها فشار میاره دقیقاً به خاطر همین ضعفش هست، چون واقعیت اینه که مشکل که در خانواده نیست، مشکل در اینه که رژیم از پایگاه اجتماعی مجاهدین به شدت هراس داره و میدونه که یک نیروی با این پایگاه گسترده اجتماعی
قصد داره که سرنگونش کنه و این کارو که خواهیم کرد. از فاکتای دیگه که اگه بخوایم بگیم که فراوون هست، این همه دم از عاطفه خانوادگی میزنه برای مجاهدین، دل میسوزونه، شده دایه مهربونتر از مادر توسط ماموران و به اصطلاح پادوهای وزارت اطلاعات، این ور اون ور جار میزنه داد و بیداد که های مجاهدین نمیذارن ازشون با خانواده‌هاشون ملاقات کنن. خواهرم رقیه اگه یادت باشه وقتی پیوست به ارتش آزادی بخش نامه فرستاد برای ما، برای عید کارت تبریک فرستاد، عکس بچه های 6 ماهش رو فرستاد. وزارت اطلاعات تا اینها رو از ما نگرفت دست سر اونور نداشت، حتی از این عکس ها مشکل اطلاعاتی که نداشت با ما، یعنی عکس بچه 6 ماهه یا کارت تبریک عید که مشکل اطلاعاتی از اون حل نمی کرد. پس یک ترسی داره از مجاهدین، از مجاهدین یک ترسی داره که این رو نمیتونه پنهانش کنه، به این شکل میزنه بیرون با فشار روی مجاهدین که بتونه با این حرب علیه مجاهدین یک کاری انجام بده، بتونه جلوی مجاهدین رو بگیره. ما هم از روز اول میدونستیم، من هم میدونستم که اگر بخوام بیام به ارتش بپیوندم، به مجاهدین بپیوندم، همین فشارها روی خانواده خواهد بود. این خواهرم رقیه هر موقع فرصت میکرد، یعنی فرصت میکرد که رژیم مجبور کرده بود ما رابطه‌مون رو قطع کنیم دیگه، خودت که میدونی، هر موقع زنگ میزد بلافاصله از شکنجهگاه 209 یک بازجوی معروفی بود زنگ میزد خونمون احضار